گفتیم که ما مسئولیت و مکلفیت داریم، هم در پیشگاه خدا هم در پیشگاه تاریخ و مردم، یا حداقلش در پیشگاه وجدان خود مسئولیت داریم. اگر ما دست و پای نزنیم، تلاش نکنیم، در پیش وجدان خود ملامت می‌بینیم که اینو در مقابل از این شرایط که غیر ده و دشنام یا غیر گله و شکایت رقم پیچه زفیده و دیگه چی کار کرده نمیتونیم. کل عمر دمیده و دشنام و شکایت و کنایه و به اصطلاح گپای خود بروید. یک روز دست تا بر نزدی، مرد بر استاد نشدی، کاری که ما در توان خود دارم به خاطر خدمت به مردم یا هدایت مردم یا اصلاحات اجتماع ایره مردم ایره ما خود باید ملامت میکنیم. میگم لااقل خود فجور کرده میتونستی، خانواده تا فجور کرده میتونستی، در کوچه و محل و گذر میتونستی یک نقش مثبت داشته باشی. و یا یک کسی استاد است وجدانش برش میگه که تو خود استاد بودی به شاگردای خود میتونستی یک چهار کلمه آدم بدی یا یک حرفای درست بیاد شخصیت سلیم برشان ایجاد کنی. یک کسی دکاندار از دانشگاهی خود میتونه صداقت کنه، ایمانداری داشته باشه، ضرر نرسانه به کسی، چهار تا فقیر و یتیم و بیوه که پیشش میه به دکانش میه یا در به اصطلاح گذر موجود است خیرش به او برسه. خلاصه هر انسان در دایره امکانات خود حتما یک مقدار کارایی است که انجام داده میتونه، اگر بیداری داشته باشه، اگر آگاهی داشته باشه، اگر احساس مکلفیت کنه، احساس مسئولیت کنه. اینمی احساس ارگاه در یک اجتماع زنده شوه او اجتماع ساخته میشه داره داره احساس مسئولیت، احساس مکلفیت. اینمی مرض لاوبالیگری و بمچی و غفلت ارگاه دور ساخته شوه او اجتماع ساخته میشه. ولی برعکس ارگاه انسان های یک اجتماع به مرض بمچی و تنبلی و غفلت مبتلا باشن، نابودی از او اجتماع حتمیه.